سلام، بخش دوم این درس رو با هم شروع میکنیم. میگه که We'd been sitting outside of this house of his house ببخشید We'd been sitting outside of his house on a stakeout for the past week. He had not left once when suddenly at around 3 a.m. we spotted him. He got into his car and started driving towards the western part of town. We tailed him at a distance for about a mile when he turned onto the highway. We were pretty confident that he hadn't noticed us, so we maintained our distance and followed him to an abandoned warehouse. We were far away from him and we had to turn off our lights, but we could just about make out what was happening. It seemed that it was some sort of a buy. Although it was dark, we identified the other person as a known drug importer. We rang our commanding officer, but he ordered us to stand down and not to bust them, as there were only two of us and it would be too risky without backup, even though we disagreed. That is the chain of command, and we had to respect it. خب، ادامه اون ماجرای دنبال اون خلافکار است و اینجا یه توضیحاتی داده که جالبه. بریم سراغ عبارتاش. stake out. Stake out به اون حالتی میگن که پلیس میره زاغسی ها یه نفر چوب میزنه، آمار یه نفر میگیره، یه نفر زیر نظر داره که ببینه این چیکار میکنه چیکار نمیکنه. برای مثال میگه که The police officers were on a stake out watching the suspected criminal. خب خود اینی که یاد گرفتید، ولی to be on a stakeout اینو یاد بگیرید، چانکش کنید. تو خود درس چی اومده؟ on a stakeout. پس حواستون به این باشه. To tail someone. خود کلمه tail در حالت noun اسم میشه دم دیگه. دم مثلا سگ و گربه رو میگیم tail. حالا به صورت فعل یعنی چی؟ یعنی دنبال یه نفر بیافتیم دیگه. دم چجوری پشت سر چیزه؟ پشت سر یه نفر شما را بیافتید برید که آمارش بگیر. The criminal made sure that he lost the tail before he tried to leave the country. میگه مجرمه مطمئن شد که تیل، کسی که دنبالش بود، اینجا اسم استفاده شده. نمیدونم حالا چرا این اشتباه رو کرده. اینجا فعلش رو آورده ولی اینجا خود the tail وقتی میگه در واقع اشاره به کسیه که دنبال طرف افتاده. میگه مطمئن شد اونی که دنبالش افتاده رو قال گذاشته، گمش کرده قبل از اینکه کشور رو ترک بکنه. بعدی to make something out و یا to be able to make something out. یعنی شما حالا توی درس میگفت خیلی تاریک بود ولی متوجه شدیم دارن چیکار میکنن. اینجا منظور چیه؟ منظور اینه که شما یا اون پلیس هر چیزی خلاصه با هر سختی که بود تونست بفهمه، دید موقعیت رو، فهمید که چه اتفاقی داره میفته. دقیق نمیتونسته ببینه ولی متوجه شده اصل قضیه چجوریه. مثال میگه که My daughter's drawing is a bit messy but I can just about make out that it's of a dog. میگه نقاشی که دخترم کشیده، اون تحریکی کشیده، خیلی شلوغ بلوغه، مسیه، کرکسیفه، شلوغ بلوغه، این مدلیه، ولی من تقریبا متوجه شدم که میخواسته یه یا یه سگ کشیده در واقع. A buy که اینجا در حالت اسم هست. buy اینجا منظورش خرید فروش جنسه، طرف داره یه جنسی رو میخره. به این حالت کلمه goods هم که میدین دیگه به معنی جنس. The drugs buy was caught on camera by a tourist filming on their smartphone. The drugs buy یعنی اون خرید فروش مواد ضبط شده روی دوربین. Caught on camera. To catch something on camera که caught گذشته شه یعنی چیزی رو با دوربین ضبط کردن. میگه یه توریستی فیلم گرفته روی اسمارتفونش، رو گوشی، این معامله رو فیلم گرفته. Unknown criminal یعنی مجرم شناخته شده دیگه، کسی که یه تبهکاره یا مثلا کسیه
میشناسنش، پلیس ازش سابقه داره. He was a known criminal, so the police had his fingerprints on record. یه مجرم شناخته شده بود و پلیس هم چیکار کرد؟ اثر انگشتشو ضبط کرد، ثبت و ضبط کرد. To stand down. خیلی اینو تو فیلم‌های پلیسی میشنوید، یعنی عقب وایسید، کاری نکنید، عملی انجام ندید. Stand down. مثال ببینید، میگه The policeman was ordered to stand down when it appeared that they were about to raid the wrong house. میگه به اون مأمور پلیسی گفتن که عقب وایسه، کاری انجام نده، زمانی که مشخص شد دارن میرن چی؟ یه خونه اشتباهی رو به هم بریزن. Raid به چه عملی میگن؟ دیدید پلیس میاد میزنه، یه دفعه مثلا داد میزنن، پلیس درو میشکنن، میرن تو، میرن یه جا رو به قول معروف شخم میزنن، به اون کارا میگن raid. بعدی to bust. To bust someone for something. یه نفر برای یه کاری گرفتن. و یا to make a bust. به این حالت هم میشه گفت که در واقع اینجا گفته this is usually called an arrest. یه جور بازداشته. To arrest someone که این حالت اینفرمالشه. The criminal was eventually busted for drug smuggling. میگه مجرمه رو بالاخره گرفتنش. بابت چی؟ قاچاق مواد. و یا The criminal was eventually arrested for drug smuggling. پس arrest هم میشه از فعل arrest با حرف اضافه for یادتون نره. Backup. Backup نیروی پشتیبان میگن دیگه. تو همه جا به معنی پشتیبانه. حالا اینجا به معنی نیروی پشتیبان پلیس. As soon as she realized that he had a gun, she called for backup. یه مأمور پلیس زنی رو در نظر بگیرید، میگه موقعی که فهمید طرفش اسلحه داره، تماس گرفت که نیروی کمکی، نیروی پشتیبان هم بیاد. بعدی the chain of command. The chain of command همون سلسله مراتبه. سلسله مراتبی که مثلا توی ارتش، پلیس یا هر جای دیگه ای هست. یه نفر باید به بالایش جواب پس بده، اون به بالاتریش، همینجوری میگذره. The chain of command means that the commander is held responsible for the mess even though it wasn't directly his fault. میگه که سلسله مراتب یعنی چی؟ یعنی کماند، فرمانده، مسئوله. To be held responsible for something. مسئولیت، مسئول چیزی بودن. فرمانده مسئول خرابکاریه. مس به معنی خرابکاری، کثافتکاری، همه اینا میشه. حتی اگر خودش مستقیماً مقصر نباشه. یعنی یک سربازی زیر دستت هم یه گندی میزنه، آخرش میان یقه تو رو میگیرن، یقه اون فرمانده رو، چون مسئول مستقیم شما بودی. به این حالت. اینم از بخش دوم این درس. حتما این موارد رو مرور کنید. فایل صوتیش هم راستی از تو کانال تلگرام حتما دانلود کنید. اوقاتی که دیگه درس رو خوندید، بهش مسلط شدید، هر از گاهی اون رو گوش بدید، مرور بهتریه، روی تلفظتونم کار میکنه. سوالی اگر داشتید حتما مطرح کنید. تا جلسه آینده.